کیوان باژن، رضا خندان مهابادی و بکتاش آبتین از اعضای کانون نویسندگان هر یک به شش سال حبس تعذیری محکوم شدند. شماری از اعضای کانون نویسندگان ایران پس از انقلاب 57 اعدام و یا مجبور به ترک میهن شدند در دهه 70 شماری از اعضای کانون از جمله محمد مختاری و جعفر پوینده به قدر رسیدند حکومت توتالیتر جمهوری اسلامی قلمها را می شکند و, گلو و, گلوها را می فشارد تا آزادی را نابود کند. آنها تا کجا می توانند با قلم که ضربش دردناکتر از نیزه است و با بیان که تیزتر از تیغ است مقابله کنند. به نظر من اونا هر کاری که بگید کردن ببینید آقای مهداد علیخانی بعد از قتلای زنجیری دستگیر شد ایشون قائم مقام معاونت بخش مبارزه با چپ در اداره اطلاعات و امنیت ایران بوده خود ایشون در برگ بازجویی نوشته اسناد اون زمان بعدا بیرون اومد میگه که ما بعد از جلسه ای رو که در 22 آبان ماه 1377 داشتیم در پی جلسه ای که با آقای غلام دوری نجف آبادی داشتیم وزیر اطلاعات و امنیت که آقای خامنه ای تاییدش کرده و بعدنم عضو شورای نگهبانش کرد و بعدنم عضو شورای خبرگان رهبری شد ایشون به ما گفت در درجه اول این چهار نفر رو از بین ببرید یعنی داریوش فروهر پروانه اسکندری محمد مختاری و محمد جعفر پوینده و ما رفتیم بعد از اینکه محمد مختاری رو کشتیم و پوینده رو کشتیم که این دوتا رو دستگیر میکنن با ماشین ور میدارن میبرن بهشته اشته زهرا تو یکی از این دفاتری که در اونجا به اسم طرح القدیر معروف بوده برای کشتن مجاهدین و غیر اینا تناب و انداختیم گردنشون خامون نمیشون زمین پنج دقیقه همینطوری کشیدیم از روی رنگ ناخونشون فهمیدیم که اینها مردن آوردیم انداختیم بعد از این جریان موقعی که گزارش دادیم با آقای دوری نجف آبادی آیت الله دوری نجف آبادی توجه میکنید ایشون گفت در مراسم ترهیم اینها یک نفر برود با مسلسل بمبی چیزی شیون کار یه بار شیون یک بار مرگی باشه شو... یعنی کسانی توی این جریانات دست دارند که در عالی مقامات حکومت جمهوری اسلامی نشستن همه این کارا رو هم کردن آخر عاقبتشون هم همین است که بعض کشور رو به اینجا کشوندن و در این بحث هستن ببینید خانم گلستان شکی نیست که این احکام صادره چیزی جز انتقام و انتقام جویی از کسانی نیست که تنها گناهشون عضویت در کانون نویسندگان بوده تنها گناهشون نوشتن بوده و دفاع بوده از آزادی اندیش و بیان بدون هیچ حد و حسری در گذشته اینان همونطور که آقای دستمالچی توضیح میدادن مثل احمد میرالایی، مثل غفار حسینی، مثل محمد جعفر پوینده و دیگران رو در منازلشون در کوه و برزن یا در منازل سربازان گمنام امام زمان میگرفتند و میکشند در دوره تنگ ناو و اینترنت امروز قدری مشکله و باید این انتقام رو با این احکام غیر عادلانه و شرماور در واقع انجام بدن و اینها چرا؟ چون آقایان قافیه رو باختن به همون دلایل گذشته امروز به قوت خودش باقیه و شدیدتره آقایان میدونن مرجع فکری در این جامعه دیگه نیستن و مرجع فکری در واقع همین کسانی هستند که به بهای جونشون و تنها با اتکاب قلمشون از مهمترین عنصر کرامت انسانی یعنی آزادی بیان و اندیشه دفاع کردند هیچ کار دیگه ای در واقع مطلقا نکردن و این رو بهتر از همه حتی علی خامنه ای میدونه چرا این آقا میره تو نمایشگاهی کتاب عکس کتاب شاملو رو میگیره باش عکس یادگاری میگیره کتابی که روش در واقع تصویر خود شاملو هم وجود داره این چیزی به غیر از اعتراف به شکست و بی‌آبرویی خودش و نظام بی‌آبرویی که در رستش قرار گرفته آیا میتونه باشه طبیعی که نه و اینه که در واقع باید با این کسانی که نویسندگان خواه و سکولاری که تبدیل به مرجع فکری شدن به مقابله برخیزن و من مطمئنم که این مردم تنها نخواهند گذاشت حتی در کنج سلول های انفرادی زندان های سربازان گمنام امام زمان ببینید خانم گلستان میدونید که اصل نوزده اعلامی جهانی حقوق بشر در مورد آزادی بیان و آزادی مطبوعات هست و گفته میشه افراد باید بدون احساس ترس و استراب حرفاشون رو بزنند اصل 24 قانون اساسی هم همینو میگه میگه آزادی مطبوعات و آزادی بیان و هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده مورد مجازات قرار داد. اصل 113 قانون اساسی میگه رئیس جمهور همینطور که شما هم گفتید مسئول و مجری قانون اساسی است. تا با حال آقای روحانی چند بار گفتن که روزنامه نگار در زندانی است. تا با حال چند بار آقای ظریف گفته زندانی سیاسی نداریم. آقای خامنه ای گفته که ایران دموکراتیک ترین کشور دنیا است و اینا هیچ کدومش واقعیت نداره ایران عضو سازمان ملل و این اعلامه را قبول کرده ولی همیشه نقض کرده در سال 2019 سازمان گزارشگران بین المللی بدون مرز یک گزارشی دادن در مورد همه کشورهای در واقع 180 کشور ایران در مقام 170 مین از نظر رده مطبوعاتی است یعنی در, در واقع در اون ده کشور آخر قرار گرفته و جالب اینجاست که همین گزارش میگه دو سوم از افرادی که خبرنگاران در زندان هستند اینها شهروند شهروند خبرنگار هستند یعنی خبرنگارهای مستقل هستند کسانی که به هیچ جا وابستگی ندارند خودشون سایتی دارند اخبار تهیه میکنن و کارهای خبرنگاری میکنن دو سوم از اونها از این افراد هستند و اما در رابطه با سوال شما چیکا چیک چیکار باید کرد من به راحتی میتونم بگم تا زمانی که این رژیم سر کار هست روزنامه نگاران ما حتی یک روز خوش رو در زندگیشون نخواهند وقتی در سال 1959 ماموران امنیتی اتحاد جماهیر شوروی نسخه دستنویس کتاب رمان زندگی و سرنوشت واسیلی گروسمنو پیدا کردن همه اون نسخه رو از بین بردن ماشین تحریرش هم خراب کردن بهش گفتن تو خائنی تصویر نج... مردم نجیب اتحاد جماهیر شوروی رو لجن مال کردی و مطمئن باش که تا 200 300 سال دیگه هم این رمان منتشر نمیشه ایشون هم در غم قصه و ناراحتی بعد از 5 سال 1964 فوت کرد اما رمانش 1980 به انگلیسی ترجمه منتشر شد روزنامه لوموند میگه بزرگترین رمان روسی قرن بیستم اکثر منتقدان میگن که جنگ و صلح قرن بیستمه یعنی شکست خورد اون تمامی خای آقای شهید العلم نویسنده نامدار بنگلادشی پارسال گرفتن به همین جور که گفتن تو فیسبوک یه چیزی نوشتی که تصویر بنگلادش رو خدشه دار کردی مخدوش کردی خانم آروند آرونداتی رو نویسنده معروف هندی بهشون جواب یه نامه نوشت وقتی تو زندان بود نوشت چه کسی گفته که بنگلادش یا هر کشوری فقط یه تصویر درست داره و اونم فقط حکومت حق داره که بگه ایشون وقتی از زندان آزاد شد نامه قشنگی نوشت عنوانش است ما دوباره این سرزمین را پس خواهیم گرفت خیلی به ایران شبیه نکته اینه که ایشون میگه که من اگه بنگلادشی هم اتفاقا باید از کشور خودم اول انتقاد بکنم ثابت بشه که من به انگلادشی هستم چون به, ان... به کشور خودم بیش از بقیه جاها اهمیت میدم ای با ایراد خودم رو میرنم روشنفکرهای ایرانی به ترامپ این نامه مینیسن علیه ترامپ بله اون ایراد داره اما به قول فضل مسیح چطور خاری که تو چشم دیگری هست میبینی شاخی رو که تو چشمه خودت هست نمیبینی ای به کوچیک دیگری میبینی ای بزرگ خودت نمیبینی ترام بعد مخالفت کن اما استبداد داخلی رو شما راجعش حرف نمیزنی همین واسیلی گروسمن میگه که تو کشوری مثل استالینی روشاروی استالینی یه انتخابات پوشالی پارلمان پوشالی اتحادیه سنفی پوشالی جامعه پوشالی روشن هم به تبیری پوشالی میشه آقای محمود دولت آبادی که میگه که سانسور کم شده اینجا کتابای من در میاد مشکل ما تحریم آمریکاست کاغذ کم شده این روشن پوشالیه که تو جامعه پوشالیه که واسیلی گروسمن میگه سیاسیه بله مشکل ایران که اتفاقا میهن دوست واقعی کسی که از ایران و جمهوری اسلامی انتقاد کنه از آمریکا ترامپ انتقاد کنه خیلی خوبه اما اول چراغی به خانه رواس به مسجد حرام است قانون نویسندگان خب همه میدونیم چهل ساله که داره سرکوب میشه و تحت کنترل جمهوری اسلامی است علی خامنه ای که شما گفتین کتاب شامرو رو دستش گرفته بود چند است از زمانی که رهبری جمهوری اسلامی رو به دست گرفته ببینیم چه محافل خصوصی برگزار میکنه به نام محافل ادبی برای اینکه نشون بده که انسان ادبی و خیلی گل، گلچین شده این افراد رو انتخاب میکنن و تمام هدفش رو اینه که بیان این جامعه فرهنگی و ادبی ایران رو فقط در یک طیف خلاصه بکنن طیفی است که از بیت رهبری در میاد من فقط میخواستم از این فرصت استفاده بکنم یادی بکنیم از سعید سیرجانی که در سال 73 ششم آذر 73 به دستور ولایت فقیه علی خامنه کشته شد به رسید نامه ای میفرسته برای علی خامنه نامه طولانی من فقط به چند جمله اشاره میکنم سه ماه پیش عریضه ای به حضورتان فرستادم در اثر اختناق تحمل ناپذیر نامعقولی که ماموران وزارت ارشاد در کار نشر کتاب اعمال میفرمایند اما تا امروز نه ماموران دفتر آن جناب وصول عریضه را اعلام فرمودند و نه اثری از توجه به مسئله مشهود افتاده است ادامه میده در با یک لحنی تنامیز میگه که یقین دارم اخلاق اسلامی و طبع هنرپرور جناب عالی والاتر از آن است که دادخواهی ستم بی جواب بماند بعد علی خامنه ای به هر حال در رفت آمد پاسخی که به ایشون میفرسته ایشون رو معاند و مرتد میخونه دوباره سیرجانی جواب میده که پیام اعتبامیز جناب عالی را آقای صابری برایم خواند و متاسف شدم نه به علت اینکه مورد قهر گرفتم و به زودی امت همیشه در صحنه حزب الله حسابم را خواهد رسید تاسف و تاسفم از پندارهای باطل خیش بود و امیدهای برباد رفتم ادامه می دهد جناب عالی به استناد کدامین سند و قرینه و امارت مرا مرتد قلم داد کردید و نام به اسلام من آدمی زادم آزادم و دلیلش همین نامه که در حکم فرمان آتش است و نوشیدن جام شکران بگذارید شکر. آیند شکران بگذارید آیندگان بدانند که در سرزمین بلاخیز ایران هم بودند مردمی که دلیرانه از جان خود گذشتند و مردانه به استقبال مرگ رن.